دوستان عزیز سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من خیلی خیلی خوش اومدید آقا امروز میریم سراغ یکی از مباحث مهم گرامر انگلیسی که البته خیلیاتون هم تو قسمت کامنت های ویدیوها از من خواسته بودید که درباره این موضوع ویدیو بسازم ساختار مجهول در گرامر انگلیسی بچه ساختار مجهول در گرامر انگلیسی بحثش بسیار گسترده است چرا؟ چون که ما مجهول در زمان حال ساده داریم در زمان حال استمراری داریم گذشته ساده، گذشته استمراری، حال کامل، گذشته کامل، آینده، آینده کامل بر همه اینا ما میتونیم ساختار مجهول داشته باشیم به خاطر همین من میام هر قسمت از ساختار مجهول رو توی یک ویدیو قرار میدم و امروز قراره که درباره ساختار مجهول در زمان حال ساده و حال استمراری صحبت بکنم و اینو بهتون آموزش بدم اتفاق مهمی که توی ساختارهای مجهول میفته اینه که تمرکز ما و توجه ما از فائل یا کننده کار به اون عمل یا فردی که داره نتایج اون عمل رو دریافت میکنه تغییر میکنه میایم میگیم که من ماشین رو تعمیر کردم تاکید رو چیه؟ تاکید بیشتر رو اینه که من بودم که ماشین رو تعمیر کردم ولی توی ساختار مجهول میاییم مثلا فائل رو حذف میکنیم چون که اصلا مهم نیست که مثلا کی ماشین رو تعمیر کرده یا کی کتاب خونده میایم میگیم که آقا این ماشین تعمیر شده آماده است میتونید ببریدش تموم رفت در واقع ما کننده ی کار رو چون اصلا برامون مهم نبوده حذفش کردیم حالا بریم توی بحث انگلیسی ببینیم که چطور این ساختار شکل میگیره مثال اول Many people study this book. many people study this book. حالا مجهول چی میشه؟ This book is studied by many people. This book is studied by many people. اول چند تا مثال میزنم و بعد فرمون رو بهتون آموزش میدم. The police arrest criminals every day in this town. پلیس هر روز مجرمین رو توی این شهر بازداشت میکنه. حالا اگه بخوایم همین رو مجهول کنیم چی میگیم؟ Criminals Are arrested every day in this town. مجرمین هر روز توی این شهر بازداشت شوند بچا اینو جملات توی انگلیسی بیشتر حالت مجهولشون متداوله چرا؟ چون که کننده کار اینجا مشخص همه میدونن که کی مجرمین رو بازداشت میکنه. معلومه که پلیسه که مجرمین رو بازداشت میکنه. اصلا معلما که نمیرن مجرمین رو بازداشت بکنن. بنابراین اصلا مهم نیست که ما در واقع کننده کار رو ذکر بکنیم. حذف میشه و جمله حالت مجهول میگیره. Criminals are arrested every day in this town. Posters are printed on quality papers. پوسترها روی کاغذ با کیفیت چاپ میشن. بچه اینجا هم باز دوباره اینکه چه کسی اونا رو چاپ میکنه روی کاغذ با کیفیت اصلا مهم نیست. اینجا خود عمل مهمه و ما اونو برجسته کردیم از چه طریقی از طریق حذف فائل. خب حالا ببینیم که این ساختار چطور ساخته میشه بچه ها این نوع ساختار هم مثل ساختارهای دیگه توی زبان انگلیسی حتما فائل میخواد ولی این فائل دیگه اون کننده کار نیست تفاوتش با جملات معلوم همینه در جملات مجهول اون فرد یا اون شیعی که داره اون عمل یا نتایج عمل رو دریافت میکنه جایگاه فائلی رو میاد اشغال میکنه مثلا میگیم وسبوک بوک فائل Is studied by many people. این کتاب توسط خیلی از مردم در دنیا خوانده میشه و بعد ام و, و آر میاریم. ام و, و آر هم که توی ویدیوهای قبلی گفتم بر اساس ماهیت فائل یا ام یا ایز یا آر. اینجا چون فائل ما مفرد هست حالت ایز میگیره. This book is posters are printed اینجا چون پوستر جمع بود آر گرفت بعد از امویز و آر حالت سوم فعل رو میاریم حالت سوم فعل رو هم من توی چند ویدیوی اخیر مدام داشتم بهش اشاره میکردم بعضی افعال هستن که حالت سوم و حالت گذشتهشون قاعد مند هست و ما خیلی راحت با اضافه کردن دی یا ای دی این افعال رو میسازیم مثل چی؟ مثل واک واک گذشتش میشه واکت حالت سومش هم میشه walked talk گذشتش میشه talked حالت سومش هم میشه talked با اضافه کردن یک ایدی ولی یه سری افعال هم هستن که بیقاعدن و حالت سوم و گذشتشون فرم متفاوتی داره مثلا teach به معنای درس دادن گذشتش میشه تات حالت سومش هم میشه تات پس یادتون باشه بعد از امویزار توی جملات مجهول ما حالت سوم یا past participle از اون فعل رو استفاده میکنیم This book فایل is چرا is؟ به خاطر اینکه مفرد read حالت سوم فعل by many people توی خیلی از جملات مجهول بچه ها بعد از فعل یه عبارتی میاد که با بای شروع میشه توسط به وسیله خب حالا میریم سراغ بخش دوم ویدیو که درباره حالت مجهول در زمان حال استمراری است اگه یادتون باشه توی زمان حال استمراری ما گفتیم که در واقع ما میخوایم کاری رو یا عملی رو توصیف بکنیم که در حال انجام هست اینجا هم دقیقا ما همونو داریم با این تفاوت که کننده کار مهم نیست Developers are building lots of new houses in this area Developers Are building lots of new houses in this area. این جمله حال استمراریه و در حالت معلوم هم هست. سازندگان یا ساختمون سازا دارن کلی ساختمون جدید توی این منطقه می سازن. اگه همین جمله رو بخوایم مجهول بکنیم چیکار میکنیم؟ اولین کار اینه که ما فاعلش رو حذف میکنیم و اون شی یا فردی که اون کار داره روش انجام میشه رو میاریم میذاریم تو جایگاه فاعل. تو جمله ببینید چطور میشه؟ Lots of new houses Are being built in this area. نحوه ساخت و فرمولش رو بهتون بگم بعد چند تا مثال با هم بررسی میکنیم. بچه ها اینجا ما بازم فائل داریم که البته اون کسی یا اون چیزی که اون عمل داره روش انجام میشه میاد در جایگاه فائل قرار میگیره. بعد از فائل lots of new houses چی میاریم؟ درست مثل حال ساده در حالت مجهول امایزار میاریم. lots of new houses are بعد از امایزار حالت ing دار بی رو میاریم که میشه چی میشه being lots of new houses are being و بعد از being حالت سوم فعل رو میاریم lots of new houses are being built in this area lots of new houses are being built in this area اگه مفرد باشه چی میشه میگیم a new house is being built in this area You can't use the pool today. نمیتونی امروز از استخر استفاده بکنی. چرا؟ Because چون it is being cleaned. Because it's being cleaned. The robbery is being investigated by the police. The robbery, دوزدی, سرغت, is being investigated. در حال بررسیست. توسط کی by the police توسط پلیس گفتم بعضی جاها ما لازمه که عنوان فائل رو بیاریم که اینجا the police بوده کننده یه کار بعضی جاها لازم نیست این بستگی به شما که گوینده هستید داره که آیا فائل مهمه یا نه میتونید بیارید میتونید نیارید The course is being taught by a well-known scientist The course is being taught by a well-known scientist The course مفرد is being taught حالت سوم فعل رو ما اینجا داریم taught by a well-known scientist توسط یک دانشمند شناخته شده اینجا کننده کار یا فائل مهم بوده پس آوردیمش در عبارتی که با by شروع میشه توسط یه مثال دیگه I am being interviewed by a news channel tomorrow I am being interviewed by a news channel tomorrow. فردا من توسط یک کانال خبری مصاحبه میشم. بچه این دقت کنید دو تا نکته ما اینجا داریم. یکی همون حالت مچول بودنه که میگه I am being interviewed که توضیحش رو الان براتون دادم. یکی هم استفاده از زمان حال استمراری برای آینده است که توی این ویدیو توضیح دقیقش رو دادم. اونجا گفتم که بعضی وقتا ما میتونیم از زمان حال استمراری استفاده بکنیم برای اینکه درباره یه کاری که از قبل برنامه‌ریزی شده در آینده اتفاق بیفته صحبت بکنیم اون ویدیو رو اگر ندیدید 5 دقیقه است حتما بعد از این ویدیو رو تماشاش کنید مثال آخر I have to walk to work while my car is being repaired در مدت زمانی که ماشین من داره تعمیر میشه باید پیاده برم سر کار I have to walk to work while my car is being repaired. پس اینجا اینکه چه کسی ماشین من رو داره تعمیر میکنه اصلا مهم نیست. مهم اینه که ماشین من داره تعمیر میشه توسط یه نفر و مجبورم پیاده برم سر کار. تا ویدیوی بعد.